خب عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز و ارجمند و خداوند رو شاکر هستیم که همچنان توفیق در هست که در خدمت دوستان باشیم و با همدیگه این کلاس ادبیات رو که در واقع یک محفل انس هستش که دوستان در کنار هم هستن و از حضور همدیگه استفاده میکنن و شعرهای زیبایی خونده میشه و تفسیر میشه و مورد بهره‌برداری قرار میگیره، این رو ادامه بدیم و انشاءالله ببینیم تا به کجا میرسیم. طبق روال همیشگی ابتدا هم من با اجازهتون اسکرین شیر میکنم و سعی میکنیم که طبق روال ابتدا با جناب سعدی بزرگوار برنامه‌مون رو شروع کنیم. خب ما اینو چیز بکنم و سلا بله به این شکل یه مقدارم بزرگ بکنم. دوستان میبینن دیگه، جناب فرنگ شما میبینید دیگه نه؟ بله قربان. بسیار غزل طبق روال غزل 127 تا غزل 130 انشاءالله میخواییم بخونیمش. میگه که دل نمانده است که گوی همه چوگان تو نیست، ختم را پای گریز از سر میدان تو نیست. تا سر زلف پریشان در جمع آمد، تا سر زلف پریشان تو در جمع آمد، هیچ مجموع ندانم که پریشان تو نیست. در تو حیرانم اوصاف معانی که تو راست، و اندر آن کس که بصر دارد و حیران تو نیست. آنچه ای بس که در صورت زیبای تو هست، و آنچه سحر است که در غمزه قطان تو نیست. آب حیوان نتوان گفت که در عالم هست، گرچنان است که در چاه زنخدان تو نیست. از خدا آمده ای آیت رحمت بر خلق، وان کدام آیت لطف است که در شأن تو نیست. در تو را هست شکیب از من و امکان فراق، به وصالت که مرا طاقت هجران تو نیست. به به چقدر این زیباست. در تو را هست شکیب از من و امکان فراق، به وصالت که مرا طاقت هجران تو نیست. تو کجا نالی از این خار که در پای من است، یا چه غم داری از این درد که بر جان تو نیست. دردی از حسرت دیدار تو دارم که طبیب عاجز آمد که مرا چاره درمان تو نیست. آخر ای کعبه مقصود کجا افتادی که خود از هیچ طرف حد بیابان تو نیست. گر برانی چه کند بنده که فرمان نبرد، ور بخوانی عجب از آیت احسان تو نیست. سعدی از بند تو هرگز به در آید هیهات، بلکه حیف است بر آن کس که به زندان تو نیست. چقدر غزل زیبایی است با مفاهیم بسیار بلند. خب ببینیم که در واقع غزل به گونه است که تو گویی که سعدی به عنوان گوینده اول شخص و دوم شخص ظاهرا به نظر میاد که مشهورشه و ما هم به عنوان سوم شخص فقط شنونده این به اصطلاح نجوای یا به قول معروف محاوره و تعامل سعدی هستیم با مشهورش. میگه دل نمانده است که گوی خم چوگان تو نیست، خصم را پای گریز از سر میدان تو نیست. میگه دل ما مانند گویی است که در جلوی خم چوگان تو قرار گرفته است و خصم هم هیچ گونه پایی برای گریز از میدان تو ندارد. یعنی چی؟ یعنی دل ما با چوگان عشق تو به این سو و آن سو پرتاب میشه، راه گریزی هم برای ما وجود ندارد. پس برابری ما در این وادی همچنان ادامه میدیم. تا سر زلف پریشان تو در جمع آمد، هیچ مجموع ندانم که پریشان تو نیست. میگه به محضی که سر زلف پریشان تو ظاهر شد در میان جمع، هیچ آدمی رو پیدا نمی کنی، هیچ آدم به صلاح جمع حواسی را پیدا نمی کنم که پریشان تو نشده باشه. یعنی چی؟ یعنی از زمانی که تو پیدا شدی همه دل و قلب و روحشان پریشان وصف زیبایی تو شده است. در تو حیرانم اوصاف معانی که تو راست،
بندر آن کس که بصر دارد و حیران تو نیست. میگه که من در وصف معانی، معانی یعنی اون زیبایی ها، اون هنرها، اون جلوه های تو حیران هستم و حیرانم در مورد افرادی که چشم دارند و پریشان تو نیستن و یا حیران تو نیستن. یعنی چی؟ یعنی این که من که خودم در زیبایی تو حیرانم، در ذهن حیرانم تا آیا کسی وجود دارد که چشم داشته باشد و حیران تو نباشد. اون آدم نباید قلب و روح داشته باشد. علل بسید. بعد می فرماید که آنچه ای بس که در صورت زیبایی تو هست، آنچه سحریست که در غمزه فتاق تو نیست. میگه که هیچ عیبی وجود نداره که در صورت زیبایی تو باشه، یعنی تو به سبب مجموعه کمالات زیبایی هستی و هیچ سحری هم وجود نداره که در غمزه فتنه‌گر تو وجود نداشته باشه. پس بنابراین تو با غمزه خودت، با چشم ابرو، با اشارات خودت سحر میکنی و در صورت زیبایی تو هم هیچ گونه آثاری از عیب دیده نمیشه، یعنی زیبایی کامل و دلفریبی بی نهایت. آب حیوان نتوان گفت که در عالم هست، گر چنان است که در چاه زنخدان تو نیست. چقدر این زیباست. میگه اگر آب حیوانی وجود داشته باشد که در چاه زنخدان تو نباشد، پس بنابراین اساسا در جهان وجود ندارد. به مفهوم دیگر اگر آب حیوانی در جهان وجود دارد، فقط در چاه زنخدان تو دیده می شود و قابل دسترسی است. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی از چاه زنخدان تو بنوشد، به حیات جاودانه خواهد رسید. چقدر زیبایی اشاره کرد. از خدا آمده ای آیت رحمت برخواه، وان کدام آیت لطف است که در شأن تو نیست. می بینید؟ دیگه تو به عنوان نشانه ای از رحمت خداوند به سوی ما آمده ای و کدام لطفی هست که در شأن تو نیست. یعنی تمام شؤونا، تمام زیبایی ها و لطفا در بسیار شأن تو مستاق پیدا میکنه و خداوند تو رو به عنوان آیه رحمت خود بر ما فرستاده است که تو رو که ببینیم به لطف عنایت خداوند ایمان بیاریم. گر تو را هست شکیب از من و امکان فراق، به وصالت که مرا طاقت هجران تو نیست. میبینید؟ گر تو را هست شکیب از من و امکان فراق. میگه تو اگر دکتر ببخشید فراق، فراق بله بله راست بودن ببخشید فراق یعنی دور. بله فراق، مرسی. میگه گر تو را هست شکیب از من و امکان فراق، به وصالت که مرا طاقت هجران تو. میگه که اگر تو از من شکیبایی داری، یعنی دوری منو میتونی تحمل کنی و به اصطلاح دوری منو میتونی تحمل بکنی، شکیبایی در این مورد داشته باشی، من به وصالت قسم میخورم که من طاقت هجران تو را ندارم. یعنی چی؟ تو میتونی از من دوری کنی و به اصطلاح فراغ من رو تحمل کنی، اما من به هیچ وجه قادر به این عمل نیست. تو کجا نالی از این خار که در پای، یا چه غم داری از این درد که بر جان تو نیست. میبینید دیگه تو از این خاری که در پای منه که نمینالی، چون درد مال منه، مال تو نیستش که. و چه غمی از این دردی که به سر در وجود من هست به سر تو داری، زیرا که در جان تو درد وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی عشق ما یه طرف هست، گویا که فقط این منم که دارم از فراق تو رنج میبرم و درد در جان من وجود دارد. این همون حرفی است که مولانا میگه دیگه، بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند. یعنی فهمه درد مولانا اینه که جدا افتاده است. از کجا؟ که از نگستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. من از اون لحظه که از نگستان ازل جدا شدم دارم مینالم و همه مردم هم به اصطلاح با من دارن مینالن، مینالن و ناله من ناله مردم است، همه در نفیر من دارن مینالن. خب
دردی از حسرت دیدار تو دارم که طبیب عاجز آمد که مرا چاره درمان تو نیست. میگه من از حسرت تو یه دردی در وجودم ظاهر شده که پزشک از درمان این درد من عاجز شده و من درمانی برای غم عشق تو ندارم یا درمانی برای فراق تو ندارم. خب درد فراق. آخر ای کعبه مقصود کجا افتادی که خود از هیچ طرف حد بیابان تو نیست. خیلی این جالبه، تمثیل فوق العاده زیباست. میگه کعبه مقصود، کعبه یعنی چی؟ کعبه اونجاییست که مردم میرن برای زیارت دیگه. کعبه مقصود اونجاییست که ما به قصد دیدار یار با اونجا میرویم. خیلی در ایهام هم اشاره به کعبه‌ای که در مثلا عربستان کرده در مکه و هم کعبه دل خودش و یا کعبه محلی که قرار هست که بره معشوق رو در آنجا ببینه. میگه آخره کعبه مقصود کجا افتادی که خود از هیچ طرف حد بیابان تو است. بیابان تو مرز ندارد، پایان ندارد، یعنی هر چی ما داریم میایم به این کعبه مقصود نمیرسیم و همچنان در حال حرکت هستیم. گر برانی چه کند بنده که فرمان نبرد، ور بخوانی عجب از آیت احسان تو است. دو تا به صلاح متضاد رو در مقابل هم برام. خیلی زیبا در نیم بیت اول میگه اگر من رو برانی که من یه بنده ای هستم به غیر از فرمان برداری کاری نمیتونم بکنم، من رو پرت میکنی، دور میکنی، به صلاح دور باش به من میگه و منم فقط اطاعت میکنم، و اگرم بخوانی که این نهایت احسان و لطف و کرم تو رو نشون میده که ما همه به دنبال این هستیم که یه روزی فراخوان بشویم و با به صلاح به وصال معشوق برسیم با روی گشاده و با به قول معروف رضایت، راضیتون مرضیه، را رضایت از عمل خودمون و اینکه مورد رضایت محبوب هم قرار بگیریم. خب سعدی از بند تو هرگز به در آید هیهات، سعدی از بند تو هرگز به در آید هیهات، بلکه حیف است بر آن کس که به زندان تو نیست. خیلی این قشنگه، میگه که فکر میکنی که سعدی مثلا از بند تو هرگز بیرون بیاد، یار علجب، امکان نداره، هیهات، امکان پذیر نیست. یعنی چی؟ یعنی من میخوام در بند تو باشم، منظورش اینه. بلکه حیف است بر آن کس که به زندان تو نیست. وای به حال اونایی که در زندان تو گرفتار شدن. درست مثل داستان مولانا که میگه که من مانند آهویی هستم که در دام شیر گرفتار شدم و نگرانم که مبادا شیر من را رها کند. خیلی این جالبه، همه آهوها میخوان فرار کنن. میگه که من مانند آهویی هستم که در چنگال شیر تو اسیرم و همش نگرانم که مبادا یه وقتی من را رها کنی آزادم. خب اینم از این. اما میایم سر غزل شماره 128 ببینیم که غزل شماره 128 برای ما چیه. میفرماید که چطور که دلبر من شاهدی به شنگی نیست، چو زلف پرشکنش حلقه فرنگی نیست، دهانش هرچه نبینی مگر به وقت سخن، چون نیک در نگری چون دلم به تنگی نیست، به تیغ غمزه خونخوار لشکری بزنی بزن، که با تو در او هیچ مرد جنگی نیست، قوی به چنگ من افتاده بود دامن بس، ولی دریغ که دولت به تیز چنگی نیست، دوم به لطف ندارد عجب که چون سعدی غلام سعد ابوبکر سعد زنگی نیست. من تعجب میکنم که این سعدی، این سعد ابوبکر سعد زنگی که یک اسم بسیار سخت و بلندی هستش، چقدر زیبا تونسته در این بیت بیاره و اینو بگنجونه، وزن شعر، معنای شعر سر جای خودش باقی بمونه. واقعا خیلی کار سختی، اونایی که اهل شعرن میدونن که چقدر این کار سخت. بله میفرماید که چو ترک دلبر من شاهدی به شنگی نیست. البته یادتون باشه ترک بیشتر ادب فارسی
حالا هم حافظ هم سعدی جای دیگه ترک اصلا یعنی زیبارو معنی میده. حالا الزاما اون ترک به معنی ترک مثلا حالا قشقایی یا ترک آذربایجانی یا ترک نمیدونم کجایی مفهوم نداره، بیشتر به معنی زیبارو معنی دیگه. چطور که دلبر من شاهدی به شنگی نیست. شنگی یعنی زیبایی، شیطونی، دلبری و خندرویی و چیزی شبیه به این، یعنی برحال دارای غمزه و برحال دلفرینی. دیگه مانند شاهد زیبای من یا معشوق زیبای من کسی وجود ندارد، چو زلف پرشکنش حلقه فرنگی است. میگه که زلفش هم شکن در شکنه، فرفریه و بسیار بسیار زیباست. پس برای هم زیباست، هم دلبره، هم شوخ طبعه و مجلس گرم کنه و همین که زلف پرشکنی هم داره. دهانش هرچه نبینی مگر به وقت سخن، چونیک در نگری چون دلم به تنگی است. اینجا تمثیل هایی که به کار برده، حالا حتما استاد علایی جناب فرهنگ برامون توضیح میدن، فوق العاده زیباست. میگه دهانش هرچه نبینی مگر به وقت سخن، میگه دهانش اینقدر کوچولوه که اصلا قابل رویت نیست، فقط وقتی که حرف میزنه یک کمی دهانش باز میشه ما میتونیم ببینیم، وگرنه اینقدر بود. و جالبه که ببینید که معیار زیبایی ها چقدر در فرهنگ ها مختلفه. در این فرهنگ آمریکایی اروپایی کسی زیباست که دهنش گشاده. دقیق بفهمید، خیلی نکته جالبی ها. زنان و یا حالا احتمالا مردان هم همتون، اونایی که زیبا هستن که از مثلا معیارهای زیباشه که دهنهای گشاد دارن. خیلی این نکته جالب اینجا داره، میگه که دهانش انقدر کوچولوه معشوق من که تا حرف نزن اصلا نمیتونی ببینی، چونیک در نگری چون دلم به تنگی نیست. میگه حالا اون دهنی که انقدر تنگ و کوچولوه، اگه دقت کنی باز دل من از اونم تنگ تره، از اونم کوچیک تره. خیلی تصویر سازی فوق العاده است. انصافا به تیغ غمزه خون خار لشکری بزنی، بزن که با تو در او هیچ مرد جنگی نیست. حالا اینجا تا این دوتا بیت قبلی داشت با ما صحبت میکرد راجع به معشوق، حالا با خودش داره حرف میزنه، با خود مثلا معشوق. میگه که تو با تیغ غمزه خون خارت میتونی یه لشکری رو از پا بندازی، بزن که هیچ کس مرد جنگ با تو نیست در وادی به اصطلاح غمزه‌ای که میتوانی یک لشکر انسان رو اسیر خودت بکنی و یا به خون و خاک خون بکشی. قوی به چنگان افتاده بود دامن بست، ولی دریغ که دولت به تیز چنگی نیست. میگه من دامن بست رو به دست آورده بودم، سفت هم گرفته بودم، اما چه حیف، فسد حیف که دولت یعنی بخت به با تیز چنگی نیست. بخت یه چیز دیگه است، به اصطلاح چه میدونم قسمت چیز دیگری است، و این که من تیز چنگ باشم و دامن رو بخوام بگیرم الزاما نمیتوانم دامن رو نگه دارم، مگر اینکه بخت هم با من چی باشه، یا یار باشه و لطف عنایت الهی هم همراه من باشه، یا لطف عنایت دوست هم همراه من باشه. دوم به لطف ندارد عجب که چون سعدی غلام سعد ابوبکر سعد زنگی نیست. میگه در غلامی سعد ابوبکر سعد زنگی کسی دومی نسبت به سعدی نداره، یعنی من تک هستم، من سعدی در غلامی او در بندگی او مرد شماره یک هستم، دومی مثل من وجود نداره. و این نهایت ارادت خودش رو به جناب ابوبکر سعد زنگی داره نشون کنه. خب اینم از این، بیایم سراغ غزل 129. بزرگش بکنم که دوستان بتونن ببینن. چقدر خوشحالم که این چیز را افتاد، گنجور را افتاد، کمی نگران. خب میفرماید که خسرو آن است که در صحبت او شیری نیست، در بهشت است که همخوابه حورالعین است. پس اینجوری بکنید، خسرو آن است که در صحبت او شیرین است، در بهشت است که همخوابه حورالعین است. دولت آن است که امکان فراغت باشد، تکیه بر بالش بی دوست نبس تمکین است. همه عالم صنم چین به حکایت گویند، صنم ماست که در هر خم زلفش چین است.
روی اگر باز کند حلقه سیمین در گوش، همه گویند که این ماهی و آن پروینی است. گر منش دوست ندارم همه کس دوست، همه کس دارد دوست. گر منش دوست ندارم همه کس دارد دوست، تا چه ویسی است که در هر طرفش رامی نیست. سر مویی نظر آخر به کرم با ما کن، ای که در هر بن موییت دل مسکینی است. جز به دیدار تو هم دیده نمی باشد بازگویی، از مهر تو با هر که جهانم کینی است. هر که ماه ختن و سرو روانت گوید، هر که ماه ختن و سرو روانت گوید، او هنوز از قد و بالای تو صورت بینی است. بنده خیشتنم خان که به شاهی برسم، مگسی را که تو پرواز دهی شاهی نیست. نام سعدی همه جا رفت به شاهد بازی، وین نهی بس که در ملت ما تحسینی است. کافر و کفر و مسلمان و نماز و من و عشق، هر کسی را که تو بینی به سر خود دینی است. کافر و کفر و مسلمان و نماز و من و عشق، هر کسی را که تو بینی به سر خود دینی است. این کلمات مترادفی که اینجا در کنار آورده خیلی خیلی قشنگه. کافر و کفر و مسلمان و نماز و من و عشق، چقدر قشنگه. هر کسی را که تو بینی به سر خود دینی است. خب اما بریم سراغ معنیش، ببینیم که چی جناب سعدی بزرگوار خواسته بگه. خسران است که در صحبت او شیرین، در بهشت است که همخوابه حورالعین نیست. بله، میگه که بالاخره خسرو کسیه که در صحبت شیرینی باشد. خسرو بدون شیرین که معنی نداره. و اون کسی در بهشتی که با حورالعین در مجاورت باشه. دولت آن است که امکان فراغت باشد، تکیه بر بالش بی دوست نبس تمکین نیست. خیلی اینم تصویر سازی زیبایی است که میگه که دولت، خوشبختی وقتی حاصل می شود که انسان فراغت داره، یعنی آرامش فکر و خیال داره. خب اما کسی که بر بالش بگذارد ولی دوستش در کنار او نباشد، که تمکین نداره و آرامش نرسیده. آرامش وقتی حاصل می شود که شما در کنار دوست باشی، اون موقع هستش که میگی دارش. مگر نه اگر شما بر بالش پرپو هم سر بذاری و نمیدونم روی دوشک خوشخواب هم که بخوابی، باز هم اگر یار در کنارت نباشه شما به آرامش نرسید. همه عالم صنم چین به حکایت گویند، صنم ماست که در هر هم زلفش چینیست. میگه بله، همه مصداق زیبایی رو میگیرن صنم چین، بوت چینی. میگه این بوت چین به اصطلاح مظهر زیبایی است و تمثیلی از زیبایی است، ولی صنم من، بت من، آن کسی است که در هر خم زلفش یک چین وجود داره. یعنی چی؟ چینی پر از صنم های چینی وجود داره. اینقدر به سلام محبوب من زیباروی است و دلفریب. روی اگر باز کند حلقه سیمین در گوش، همه گویند که این ماهی و آن پروین است. بگه معشوق من، محبوب من، اگر روی خودشو باز کنه در حالی که یک حلقه سفیدی رو در حلقه سیمی، یعنی نقره‌ای سفید حالا در گوشش باشه، همه میگن این ماهه، یعنی چهرش ماهه و اونم پروینه، اونم گوشش رو به اصطلاح پروین. حالا یا گوشش مثلا ماهه، اون حلقه که بهش پروینه، یا صورت، چون میگه روشو باز کنه، یعنی صورتش ماهه و اون به صلاح حلقه های گوشش پرده. برا گر منش دوست ندارم همه کس دارد دوست، تا چه ویسیست که در هر طرفش رامی نیست. بگه این مانند ویسیست که رامین ها دور برش پر کردن. برای این به خیال این که اگه احیانا منم دوستش نداشته باشم، ولی تمام عالم آدم معشوق منو چی؟ دوست دارم. سر موی نظر آخر به کرم با ما کن، ای که در هر بن مویی دل مسکینیست. میگه ببین ای معشوق، در بن هر موی تو یه دل مسکین خوابیده،
گرفتار این حلقه ظلم تو هستش. بنابراین بیا و از سر کرم یه نگاهی هم به ما بکن، یه نظری هم به ما بکن، یه لطف و عنایتی هم به ما داشته باش. خب به اندازه یک سره بود، همه دلها دربار موهای توست، به اندازه یه نکه مو به ما یه نظر عنایتی بکن. جز به دیدار تو هم دیده نمی باشد باز، گویی از مهر تو با هر که جهانم کینست. میگه که من فقط چشمم به دیدار تو بازه و از به خاطر تو، به خاطر عشقی که نسبت به تو دارم، با همه یه جورایی انگار که در حال جنگ هستم، در حال رقابت هستم. بنابراین من فقط چشم به دیدار تو دارم، چون همه هم چشم به دیدار تو دارم، گویی که ما با هم در حال رقابت هستم. بعد میگه که هر که ماه ختن و هر که ماه ختن و سر به روانت گوید، او هنوز از قد و بالای تو صورت بین است. میگه که ببین، اگر تو رو خطاب بکنم ماه ختن، خب ختن میدونید که یه منطقه است در برحال سرزمین چین که گویا آهوهای زیبایی داره، زنان زیبایی اونجا بودن و حالا زیبارویانی داره، حالا چه مرد چه زن فرق بود، زیبارویانی در اونجا زندگی میکردن. میگه که هر کی به تو بگه تو ماه ختنی، سرو راه رونده هستی، سرو خرامان هستی، اگه در این حد تو رو توصیف کنه، این فقط صورت قد و قامت تو رو دیده، خیلی سطحی تو رو توصیف کرده، تو بسیار عمیق‌تر از این هستی. یعنی یه نوعی ارزش‌های معنوی رو هم برای معشوق در کنار ارزش‌های مادی چکام کنه، توصیف کنه. یه بنده خیشتنم خوان که به شاهی برسم، مگسی را که تو پرواز دهی شاهی نیست. میبینید میگه فقط تو منو در بندگی خودت قرار بده، منو به بندگی خودت بپذیر، که اگر تو این رو به صلاح این لطف رو در خدمت من بکنی که منو به بندگی قبول بنمایی، من به مقام پادشاهی میرسم. خب زیرا که تو اگر حتی یک مگس رو پرواز بدی به مقام شاهی میرسد. یعنی این که در مجاورت تو بودن، معنوس با تو بودن، بزرگترین افتخاره و بزرگترین به قول معروف مقامه، کسی به مجاورت تو برسه و معنوس با تو باشه. خب نام سعدی همه جا رفت به شاهد بازی، وین نعیب است که در ملت ما تحسین است. اینم خیلی قشنگ میگه اسم سعدی به عنوان شاهد باز، به اصطلاح عشق باز، معشوق پرست، همه جا رفته، پر شده، من معروف شدم به این قضیه. البته این عیب نیست که در ملت ما تحسین، ملت این راه روش یادتون باشه، ملت عاشق ذلت ها جداست، عاشقان را نمیم فلان، برها ملت و منی راه روش هستش. خب بعد میگه که پس بربرین این که اسم من در رفته به این که من شاهد باز هستم و معشوق باز هستم، این نه تنها عیب نیست، بلکه در به روش و سیستم زندگی ما، نظام زندگی ما، این در واقع تحسینه، نه عیب. کافر و کفر و مسلمان و نماز و من عشق، هر کسی را که تو بینی به سر خود دینیست. میگه که کافر، کفر، مسلمان، نماز، من عشق، همه ما هر کدام مسیر خودم رو داریم و در طریق خود حرکت میکنیم، که به عقیده من میخواد بگه که همه اینها در نهایت مسیرشون به تو ختم میشه. خب اینم از این. اما بریم سر غزل شماره 130 که آخرین غزل هست که خدمتون از سعدی میخونم و در خدمتون خواهم. دوش دور از رویت ای جان، جانم از غم تاب داشت. یه بار دیگه، دوش دور از رویت ای جان، جانم از غم تاب داشت، ابر چشمم بر رخ از سودای دل سیلاب داشت.
در تفکر عقل مسکین پایمال عشق شد، با پریشانی دل شوریده چشم خواب داشت. کوس غارت زد فراقت گرد شهرستان دل، شحنه عشق از سرای عقل در تپتاب داشت. نقش نامت کرده دل محراب تسبیح وجود، تا سحر تسبیح گویان روی در محراب داشت. دیدم می جست و گفتندم نبینی روی دوست، خود درفشان بود چشمم کندرو سیماب داشت. زاسمان آغاز کارم سخت شیرین می نمود، کی گمان بردم که شهرآلوده زهر ناب داشت. زاسمان آغاز کارم سخت شیرین می نمود، کی گمان بردم که شهرآلوده زهر ناب داشت. سعدی این ره مشکل افتاده است در دریای عشق، اول آخر در صبوری اندکی پایاب داشت. خب ببینیم که داستان از چه قراره. دوش دور از رویت ای جان، جانم از غم تاب داشت، ابر چشمم بر رخ از سودای دل سیلاب داشت. خب اشاره میکنه، حال روزشو داره، میگه با معشوق داره به اصطلاح درد دل میکنه، میگه دیشب دور از وصال جمال تو جانم، جان جانم از غم تاب داشت. من به شدت ناراحت بودم و غمگین بودم و به هر حال قصه می‌خوردم و ابر چشم من بر رخ از سودای دل سیلاب، دلم سودایی بود، بنابراین چشمان من سیماب بر رخ من می‌افشان. سیماب منظور اشک. خب در تفکر عقل مسکین پایمال عشق شد، با پریشانی دل شوریده چشم خواب داشت. دیگه عقل مسکین، مسکین یعنی زمینگیر، خب از سکنا میاد دیگه، دیگه عقل زمینگیر من در وادی مثلا عشق داشت فکر میکرد، اما پایمال عشق شد، یعنی عقل جایگاه خودش از دست داد، دیگه نتونست توصیف بکنه، نتونست تحلیل کنه، نتونست تجزیه تحلیل کنه عشق. با پریشانی دل شوریده چشم خواب داشت. دل شوریده من در حالی که پریشان بود میخواست بخوابه. کوس غارت زد فراغت گرد شهرستان دل، شحنه عشق از سرای عقل در تپتاب داشت. این تپتاب رو من فکر میکنم معنی حصر و زندان معنی بده در اینجا. میگه به اصطلاح دوری تو به اصطلاح همین فراق، دوری تو کوس غارت گرد شهرستان دل، یعنی دوریت، غم دوریت باعث شد که شهرستان دل من غارت بشه، حمله ور شد، هرچی من داشتم از بین، و شحنه عشقت، پلیس عشقت عقل من رو در چیکار کرد؟ در زندان گرفت و نگه داشت، یعنی عقل نمیتونست کاری انجام بده و در وادی عشق عقل و در سرای دل عقل کاری نبود. نقش نامت کرده دل محراب تسبیح وجود، تا سحر تسبیح گویان روح در محراب داشت. تسبیح سازی که اینجور شده بازم از اون کارهای بسیار بسیار زیباست. میگه نقش نامت کرده دل محراب تسبیح وجود، دقت کنید، دل من نقش، مثل دیدید توی محرابی که میخواید نماز بکنید بالاش نوشته مثلا لا اله الا الله الله فلان، مثلا اسم نوشته، میگه نقش نام تو به اصطلاح در وجود من و در محراب دل من نقش بسته بود، نام تو نقش بسته بود و تا سحر تسبیح بود و سر در این محراب داشت، یعنی من و دل من با نقش نام تو نجوا میکرد، از شب تا صبح داشت به صلاح تسبیح میگفت و یاد تو رو میکرد، ذکر تو رو میکرد. دیدم میجست و گفتندم نبینی روی دوست، خود درفشان بود چشمم کندرو سیماب داشت. میگه چشم من
دنبال این بود که تو رو ببینه، اما بهش گفتن که تو نمیتونی روی دوست رو ببینی. و به همین دلیل چشم من از شب تا صبح درفشانی میکرد. درفشانی میکرد یعنی چی؟ یعنی قطرات عشق رو بیرون میریخ و اون سیماب همون به سرا کنایه از عشق چشمه که سفید و مثلا براق هستش، این در چشم من بود و به صورت قطرات مرتب و شب تو صبح جاری بود در غم فراقتو. ز آسمان آغاز کارم سخت شیرین مینه بود، کی گمان بردم که شهر آلوده زهر نام داشت. میگه که اول قضیه که از آسمان ما رو به زمین میخواستن بیارن، ما تصور اینو داشتیم که خیلی قصه شیرینه، حالا جایی میخواییم برم. این البته این درک من از شه چون ما رو از آسمان به زمین رو بردن بر اساس اون چه که در قرآن کریم ما از بهش به زمین بردن. میگه اولش واسه ما به نظرم جالب و شیرین میومد که داریم میاییم پایین، اما من کجا گمان می بردم که ظاهرا شهلالوده اما مانند زهر تلخه. چی تلخه؟ همین دوری تلخه. از نگستان تا مرا ببیدن در نفیرم مرد زن نادیدن. سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. می بینید اینم داره همین حرف رو می زنید. میگه به نظر اول شیرین می اومد، فکر بگردم شیرین می، اما بعد نه، این شهر آلوده و زهر درش. سعدی این ره مشکل افتاده است در دریای عشق، اول آخر در صبوری اندکی پایاب داشت. میگه ببین جناب سعدی، این مسیری که تو در دریای عشق داری حرکت میکنی راه مشکل نیست، به این سادگی ها قابل دسترسی نیست و تو در مثلا این وادی اونقدر که باید اول و آخرش اونقدر که باید صبوری نداری و پایاب نیستی، ولی به هر حال باید این مسیر رو طی کنیم و به اون چی که باید برسیم. خب من تشکر میکنم که توجه داشتید. من اسکرین شیرم رو به هر حال متوقف میکنم، در خدمت دوستان هستم. به به عرض سلام مجدد در خدمت دوستانی که تازه به ما پیوستند، خیلی خوشحال هستم و در خدمت دوستان هستیم. و حالا ببینیم که دوستان، جناب استاد علایی بزرگ و جناب فرنگسایر، دوستان اگر راجع به شعرهایی که خوبی نکته ای هست بفرمایید که استفاده بکنیم و اگر من هم خطایی کردم یاد بگیرم و اصلاح کنم و بعدم ادامه بدیم از حضور دوستان و استفاده بیشتری بکنیم. اجازه میفرمایید؟ هم بفرمایید. شحنه عشقت سرای عقل در تبتاب داشت، تبتاب گوی چوگان بازیه. راست میگین بله خونده بود که چوگانی که سرش پهنه ظاهرا گوی رو بزن. آفرین. یه قسمت بعد بله پایابم ساحل، سایه اون جایی که آب زانو میرسه، پایاب ساحل. بله خیلی عالی. قسمت ها آرایه ها زیاده، اگه بنده بگمشان از غزل اول که شروع میشه، گوی و چوگان مراعات نزیر، زلف پریشان تو پریشان ایهام، یکی پراکنده یکی نگران و ناراحت، چاه زنخدان تشبیه چانه را تشبیه کرده به چاه و گودیه چی، آب حیوان آب زندگیه که فرمودید، درد و درمان و طبیب مراعات نظیر بود، کعبه مقصود تشبیه بود. راجب خسرو و شیرین و اینها گفت، شیرین ایهام بود، تلمیح هم بود، اشاره به داستان خسرو و پرویز کرد. بنده همین رو عرض کردم. مرسی. بفرمان مطلبی داره بفرم. بفرمی جناب فرمان. در خدمت هست. با تشکر از شما جناب دکتر شایشی گرامی و جناب علایی، عرض شود که اونجا که دو تا چین به کار برده بود، یکی کشور چین و یکی چین زلف، خب اینا بله جناس کامل بود که تکرار شده بود با دو معنی مختلف.
یه جایی هم تو همون غزل اول که خون آقای جناب علایی الان داره جلو دستشون که میگه زلفت پریشانه و وقتی جمع میشه، این به نظر من میتونیم اینطور ازش نتیجه بگیریم که پریشانی و آشفتگی یک حالتی داره که حافظ هم میگه زلف افشان خیلی کرده و آشفته و خیلی کرده و خندانده و حافظه. بله این آشفتگی با اون پریشانی تقریبا یکی که یک حالت از به اصطلاح حالت خاصی رو در زن نشون میده که میگه اگر این جمع بشه، به نظر من اگر شانه بشه مرتب بشه اون وقت دیگه چه کار میکنه، که به نظر من یک همچین برداشتی ازش میتونیم داشته باشیم. یه جایی در همین غزل آخر که زنده یاد استاد شجریان هم به زیبایی اینو خونده، دوش دور از رویت جان جانم از غم تاب داشت. یعنی بیقراری چیز، یعنی قرار آرامش به نظر، چون ما با کلمه بی اینو میشناسیم، میگیم فلان این بیقراره، بیتابه بیتابه بیتابه، بله بیتابه یعنی آرام نیست، ولی خود تاب یعنی آرامش. ما چجوری از غم جانمون تاب دا آرامش داشته. این تاب اینجا به نظر من معنیشو درک نمی کنم. یا به معنی خمیدگی معنی نمیده، مثلا تاب داشتن یعنی خمیده خب بودن، ناراحت بودن هم ممکنه القا بکنه، نه؟ من نمیدونم، من اینو درک نمی کنم که چجوریه تاب یعنی شعرش باید باشه تاب به معنی توانم به کار رفته. بله 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 توان 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 تاب توان قدرت بله خود توان داشتم یا قرار داشتم یا آرامش داشتم. از غم وجود من بدون تو نمیتونه تاب داشته باشه. بله اون بیتاب میتونه باشه ولی تاب آره یعنی زدش استفاده میشه. بله زدش استفاده. بله من اون رو بیشتر به صورت تاب به معنی تابیدن و خم شدن و اینجوری استنباط. بله اینو در معنی هم دیگه هم به کار میبرن که قیصر امینپور داره، بیتابم آنچنان که درختان برای باد، یا کودکان خفته به گهواره تاب. این تاب دوتا جناس آورده، اون تاب اول یعنی بیتابی رو میگه، ناآرامم آنچنان که درختان برای باد، که درخت به اصطلاح برگ خسته، برگ به اصطلاح گرد و خاک گرفته، منتظر باران باده که خود بتکونه و نفس بکشه. بیتابم آنچنان که درختان برای باد، یا کودکان خفته به گهواره تاب را. جالبه، بله جالبه. مرسی، دستتون درد نکنه، متشکرم. خب یه دوستان دیگه این نکته هم جناب ادیب عزیز بزرگوار سلام عرض میکنم. سلام از بنده است، خواهش میکنم. حالتون خوبه؟ متشکرم. 129 میشه شعرشو بیار قسمت صورت رو اگه اجازه بدید من بیار. 129 فرمودید؟ بله الان اینه. بله بله. کدوم بیت؟ بیتی که صورت بود توش کجاست؟ بله اون هم رد شدیم، بریم بالاتر یه ریزه، بریم بالاتر، بخشی من ندارم خودم. آها بله، او هنوز از قد و بالای تو صورت بی نیست. بله هر که ماه فتن و سر روانت گوید، او هنوز از قد و بالای تو صورت بینی. ببین در یه جای دیگه چقدر قشنگ گفته جناب سعدی میگه پیش رویت دیگران صورت بر دیوارند، پیش رویت دیگران صورت بر دیوارند، نه چون این صورت و معنی که تو داری دارند. تا گل روی تو دیدم همه گلها خارند، تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند. خواستم یه توضیح راجع به اون بدم. بله این صورت داستانش اینه. بله پیش رویت دیگران صورت بر دیوارند. بله یعنی روح ندارن.
بله دیگه، بله خودشم اینجا گفت دیگه، میگه که اون اونا هنوز از قد بالای تو صورت بینن، فقط بله. صورت رو میبینن، فقط ظاهر میبینن، اون چیزی که بله. نه چون این صورت و معنی که تو داری دارن، اونا ندارن. بله بله, بله. منظورش اینه. بله خواهش. اتفاقا من همین اشاره کردم، گفتم که در واقع برای مشروب خودش علاوه بر زیبایی ظاهری یک نوع ارزش های معنوی رو هم بیان کنه دیگه. اونا فقط اگر فقط بگن تو ماه ختن هستی و سرو روان هستی، خب بله، ولی اینا فقط صورت تو رو دیدن، سیرت تو رو ندیدن، میدونید، فقط توصیف ظاهر زیبایی تو رو کردن و در حقیقت وجود تو رو درک نکردن. بسیار سعدی اندازه ندارد که چه شیرین سخنی، باغ طبعت همه مرغان شکر گفتارن. این مقطع اون غزلیه که فرمودن. بله مرسی. خب به به شهرزاد خانم عزیز، شهرزاد خانم بلنگوتون رو باز میکنید لطفا. خدمت شما جناب چایچی نازنین، خوبی؟ خوشحالم از دیدار همتون، شما جناب علی، آقای فرهنگ، دوتو شفا و بقیه. متشکرم. ما هم عزیز داشتیم. برای اون شعر قشنگ میخونید لطفا. چشم. مرسی. برای همه قشنگ گفتن، من هم سعی میکنم ادای احترام بکنم. محبت. که سروده ای از ابتهاج براتون میخونم جناب ابتهاج. ما از هر کسی بخونید خوب. قربون شما. مرسی. فتنه چشم تو چندان راه بیداد گرفت، که شکیب دل من دامن فریاد گرفت. آنکه آینه صبح و قدح لاله شکست، خاک شب در دهن سوسن آزاد گرفت. آه از آن شوخی چشم تو، آه از آن شوخی چشم تو، که خون ریز فلک دید این شیوه مردم کشی و یاد گرفت. منم و شمع دل سوخته، یارب مددی، که دیگر بار شب آشفته شد و باد گرفت. شعرم از ناله عشاق غم‌انگیزتر است، شعرم از ناله عشاق غم‌انگیزتر است، داد از اون زخمه که دیگر ره بیداد گرفت. سایه، سایه ما کشته عشقیم، که این شیرین کار مصلحت را مدد از تیشه فرهاد گرفت. عالی، دستتون در نکنید. عالی، هم شعر عالی بود، هم خوب خواندی، خیلی جالب و عالی. بسیار عالی، انتخاب بسیار عالی و قشنگ. خب، دوستان دیگه، کس دیگه نکته‌ای، مطلبی، چیزی میخواد بگه یا بریم سراغ غزلیات جناب مولانا و جناب حافظ؟ من یه نکته راجع به اون پایاب جناب دکتر چایچی که آقای علای بزرگوارم فرمودن که دیگه ساحل میرسه، یعنی آخر دریا، درسته که به آب کم گفته میشه، ولی استعاره است از کمی کلن. میگه صبرم به پایاب رسیده، یعنی صبر کمی دارم. در مقابل این کلمه متضاد این غرقاب رو استفاده میکنه. بله. جناب سعدی، غرقاب یعنی چیزی که آدم غرق میکنه، پایاب یعنی همون پای آبی که فرمودن مثلا تا اینجا قبر پا میاد یا تا ساق پا میاد. بله، این استعاره است یعنی کم، پایاب. بسیار. بله. پایاب. پس در واقع وقت شعر رو بخوای اونجوری معنی بکنیم چی میشه؟ ببینم چی جوریه. اول آخر در صبوری اندکی پایاب داشت، یعنی صبرش خیلی کم بود. بله، صبری بی صبری. بله بله بله. پس تقریبا من هم درست گفتم دیگه. بله بله، بی صبری بود. بله. استعاره از آب کم، استعاره از بی کمی. کمی و کم کم صبر. میایم سراغ جناب مولوی بزرگوار. باید من برم تو دیوان شمس اینو پیداش بکنم، تو غزلیات خب غزل شماره چنده؟ 1525 و 26.
1525 و 26. خب 1525 و 1526 این دو تا غزل رو باید بخونم. خب عرضم به خدمتتون که میفرماید زغند یار تا شاخی نخوایم، نماز شام روزه کی گشایم. نمیدانم کجا میروید آن قند، که از او خوردم نمیدانم کجایم. عجایب آنک نقلش عقل من برد، چو عقل نیست چونش میستایم. که دارد روزه همچون روزه من، که از او هر لحظه عیدی میربایم. ز صبح روی او دارم صبوحی، نماز شام را هرگز نپایم. چو گل در باغ حسنش خوش بخندم، چو صبح از آفتابش خوش برایم. زبانم از شراب او شکسته است، ز دستانش شکسته دست و پایم. خب ببینیم که چی داری میگه جناب مولانا. میگه زغند یار تا شاخی نخوایم، نماز شام روزه کی گشایم. میگه که من تا وقتی که قندی از یار را نچشم، نماز شام روزه کی گشایم. نماز شام روزه یعنی من افطارمو نمی کنم، مثلا دست از روزه بر نمی دارم، یا اینکه نه نمازم را انقدر ادامه می دهم تا قندی از یار را بچشم، بعد به قول معروف از نماز فارغ می شدم. این دو جور میشه معنی کرد، حالا شما هر کدوم پسندیدید بعدا با هم صحبت کنید. نمیدانم کجا می روید آن قند، که از او خوردم نمیدانم کجایم. که خیلی جالبه، دیگه یه قندی من میچشم. میبینید توی غزلیات شمس همش راجع به قند، شیرینی، شادی، وجد صحبت میشه. اصلا راجع به غم و اندوه هیچ چیز در این غزلیات وجود نداره. میگه نمیدانم کجا می روید آن قند، که از او خوردم نمیدانم کجا. یه قند از کجا میاد که وقتی میخورم تازه بیهوش میشم، نمیفهمم که کجا هستم. یعنی قندی به من چشانده میشود که وقتی که میخورم دیگه خودم رو هم بم میکنم، نمیدونم کی هستم کجا هستم. عجایب آن که نقلش عقد من برد، یا نقلش همیشه معنی که عجایب آن که نقلش یا نقلش عقل من برد، چو عقل نیست چونش می ستایم. البته اینجا یه خود سکته داره، ولی حالا دیگه عجیبتر این هستش که نقلش که همون مفهوم از شیرینی و قند اگه باشه، وقتی میخورم عقل من از بین میره، و وقتی هم که عقل نیست من نمیدونم چجوری او رو ستایش میکنم. پس بربریم تو گویی که فارغ از عقل به ستایش میپردازد مولانا، خارج از سر و شمول معیارهای عقلی. کسی دارد که دارد روزه همچون روزه من، که از او هر لحظه عیدی میربایم. یا این همه عیدی صحیح نیست، همون عیدی میربایم صحیح تر. میدونید چرا؟ میگه که هیچ کس مثل من روزه داری نمیکنه. چرا؟ به خاطری که من هر لحظه دارم عیدی از او میربایم. یعنی هر لحظه که چشمم به او میفته ماه شوال رو میبینم و گویا که روزه به پایان میرسه. پس برای هیچ کس مثل من روزه داری نداره. چرا؟ چون من هر لحظه در کنار او هستم و هر لحظه عیدی رو من میبینم، یا روی ماه رو که میبینم گویا که عید. ز صبح روی او دارم صبوحی، نماز شام را هرگز نپایم. ز صبح روی او دارم صبوحی. صبوحی در واقع به می صبحگاهی گفته میشه دیگه. میگه صبح روی او، یعنی وقتی که او رو میبینم تو گویی که صبح تداعی میشه بسم. یعنی او انقدر روشن و زیبا و نورانیست که وقتی من او رو میبینم جامش صبوحی به اصطلاح میخورم، جام صبحگاهی میخورم و نماز شب رو نمیتوانم اجرا کنم، هرگز نپایم. یعنی در واقع شبی بسم وجود نداره. چو گل در باغ حسنش خوش بخندم، چو صبح از آفتابش
خوش برآیم. بگه چو گل در باغ حسنش خوش بخندم. من مثل گلی هستم که در باغ زیبایی او بخنده در میارم، یعنی به وجد و شادی میارم. پس در کنار او مانند گل من شکفته میشم. منظورش اینه دیگه، در کنار او که مانند یک گلستان است و به اصطلاح هوای خوب هستش و ملایم هستش و رطوبت کافی هستش و وجد ایجاد میکنه، من هم مثل گل اونجا شکفته میشم در حضور او. چو صبح از آفتابش خوش برآیم. من مانند آفتاب صبحی هستم که با آفتاب او چی میشم؟ روشن میشم و نورافشانی میکنم. بالاخره صبح وقتی به اصطلاح ظهور و بروز پیدا میکنه که آفتاب بیرون میاد دیگه و روشنایی و سحر دیدار میشه، پیدا میشه. میگه من در حضور او در کنار آفتاب وجود او مثل صبح منم چی میشم؟ نورانی میشم و فلان. زبانم از شراب او شکسته است، ز دستانش شکسته دست و پایم. اینجا میگه زبانم از شراب او شکسته است. میگه وقتی شراب او رو میخورم زبانم شکسته میشه، یعنی چه؟ نمیتونم حرف بزنم. من میگه ز دستانش شکسته دست و پایم. اینجا دستان یه وقتی به معنی، حالا دستان اگه اسمشو بزنم دستای او، یعنی که با از دستش من شراب میخورم مست میشم دست پام میشکنه، یا نه دستان کردن به معنی به قول معروف فریفتن و به قول معروف چی میگن هیلگری کردن، بیشتر معنی فریفتن میده. از دستان او، از سحر و جادوی او من دست پام شکسته و نمیتوانم که حرکت کنم، از زبانم هم که از شراب شکسته، از دستانش هم دست پام شکسته. خب این از غزل اول. اما میام سر غزل 1226 رو ببینیم که کدومه. دیگه میفرماید که از آن باده ندانم چون فنایم، از آن بیجا نمیدانم کجایم. زمانی قعر دریایی درفتم، دمی دیگر چو خورشیدی برآیم. زمانی از من آبستن جهان، زمانی چون جهان خلقی بزایم. چو توتی جان شکر خواید به ناگه، شبم سرمست و توتی را بخوایم. به جایی در نگنجیدم به عالم، به جز آن یار بیجا را نشایم. منم آن رند مست سخت شیدا، یا منم آن رند مست سخت شیدا. میان جمله رندان های هایم، مرا گویی چرا با خود نیایی؟ تو بنما خود که تا با خود بیایم. مرا سایه هما چندان نوازه که گویی سایه او شد من همایم. بدیدم حسن را سرمست می گفت، بدیدم حسن را سرمست می گفت. بلایم من، بلایم من، بلایم. جوابش آمد از هر سوز صد جان، ترایم من، ترایم من، ترایم. تو آن نوری که با موسی همی گفت، خدایم من، خدایم من، خدایم. بگفتم شمس تبریزی کی؟ گفت شمایم من، شمایم من، شمایم. خب ببینید چه حرفایی میزنه این مولانا، حرفایی میزنه که واقعا فقط مخصوص خودشه، هیچ کسی دیگه مثل مولانا نه شعر میگه و نه حرف میزنه. از آن باده ندانم چون فنایم، از آن بی جا نمیدانم کجایم. میبینیم یه باده ای ما خوردیم، اصلا نفهمیدیم که چجوری فنا شدیم، نفهمیدیم کجا هستیم، باده رو خوردیم و خود را گم کردیم، نمیدونم که فنا شدم. از آن بی جا نمیدانم کجایم. او بی جاست و من چون در مسیر او حرکت میکنم، منم نمیدونم خودم هم کجا هستم، یعنی خودم رو گم کردم. یعنی چی؟ یعنی من نیست شدم. واقعیت قضیه اینه، در وادی حیرتم، نیستم. زمان قعر دریایی در افتم، دمی دیگر چه خورشیدی برآیم. این دقیقا اون حالت کشف و شهود رو داره چیکار میکنه؟ توصیف میکنه. مثل یک روح سرگردان، یه زمانی در قعر دریا و اقیانوس هستم، یه زمانی خورشیدم که بر بالای آسمان هستم، با سرعت نور 8 دقیقه بعد حرکت کنید تا بدن برسید. خب زمانی از من آبستن جهان،
زمانی چون جهان خلقی بساخت. میبینید میگه یه زمانی یک دنیای از من آبستن میشه. آبستن میشه از من یعنی چی؟ یعنی من سخنی میگویم که در دلهای مردم جای میگیرد و اونها را بارور میکند. حالا این آبستنی فقط آبستن بچه که نیست، آبستن معرفت هم معنی میده دیگه. و بعد میگه زمانی، خب زمانی چون جهان خلقی بزایم و یه زمان هم مثل جهان خلقی رو بوجود میدارم، انسانهایی رو میزارم، انسانهای نوعی رو از من زایم، افراد جدیدی. شما یادتون باشه وقتی که در انسان هم تحولی بوجود میاد از نظر روحی، از نظر معرفتی، انسان نوعی زایده شده است از دیدگاه مولانا. خب این هم از این دیگه. چو توتی جان شکر خواهد به ناگه، شبم سرمست و توتی را بخواهد. میگه توتی جان من گاهی شکر میخواهد، شکر میخورد گهگاهی، یعنی به یه جایی میرسه که جان من شیرین میشه و شکر میخوره ناگاه، یه عنایتی بهش میشه، توتی جان من به شکر میرسه و شیرین میشه. میگه یه دفعه که این اتفاق میفته من سرمست میشم و جان خودم رو شروع کنم به خوردن جان خودم. ببین این حرفا در عالم مستی گفته میشه، این حرفا در عالم غیر مستی و غیر کشف و شهود اصلا به زبان کسی نمیاد. تو گویی که داره مالی خولیا میده مولانا، میبینی که حالت مالی خولیا داره. خب میگه به جایی در نگنجیدم به عالم، دقت کنید، به جایی در نگنجیدم به عالم به جز آن یار بیجا را نشایم. میگه من به جایی رسیدم که تو دنیا جا نمیشم، کل جهان هستی، من جا نمیشم و به غیر از آن یاری که او هم مکان ندارد. ببین وقتی مولانا میگه من در جهان هستی جا نمیشم، خب معشوقش کی باید باشه؟ اونم باید یک معشوقی در همین رد و وادی باشه دیگه. میگه که من در جهان نمی گنجم و به همین دلیل هم فقط آن یاری که بیجاست، او هم که جایی نداره، شایسته من هستش. منم آن رند مست سخت شیدا، میان جمله رندان های های. میگه من رند مست سخت شیدا هستم و در میان رندان، حالا جای جناب حافظ خالیه که جناب مولانا هم در وادی رندی اینجا خودشو با حافظ نزدیک کرده، میگه من در میان همه رندان های های هستم یا های های. اگر بگیم های که اصلا های های معنی مثلا مثل طرف میگن بنگ میکشه های میشه، اون های با این های فرق داره. من های های معنی گریه میکنم، صدای ناله هستم. بعد میگه مرا گویی چرا با خود نیایی، تو بنما خود که تا با خود بیاید. به من میگه آقا تو چرا خودتو گم کردی، چرا بیهوشی، چرا مدهوشی، چرا این حرفا رو میزنی، چرا حواست جمع نیستی، حرفا که داری میزنی چیه؟ میگه تو خود را به من بنما تا من هم به خودم بیام. اصلا بگو خودی یعنی چی و تا من بتونم که به خود بیایم. خب دیگه مرا سایه هما چندان نوازد که گویی سایه او شد من همایم. این خیلی جالبه، میگه سایه هما، هما اون پرنده بخت و اقباله دیگه ظاهرن، میگه سایه هما اونقدر من رو می نوازد، یعنی عنایتی تو گویی که از جانب معشوق بهش شده، یه لبخندی بالاخره به این مولانا زدن که این حرفا رو داره میزنه که میگه من اصلا تو این دنیا الان دیگه وجود ندارم و تو این دنیا نمیگنجم. میگه سایه هما مرا نوازش کرده آنچنان که تو گویی که او سایه است من هما هستم. توجه کردی؟ یعنی سایه لطف عنایت خداوند بر من مستولی شده و من به مقامی رسیدم که احساس میکنم دیگه خودم به او وصل شدم. دیدم حسرا سرمست میگفت بلایم من. میگه من زیبایی رو دیدم در حالی که سرمست بود، میگه من بلا هستم. جوابش آمد از هر سوز صد جان، ترایم من. بعد جواب اون حسن و زیبایی از صد تا جان عاشق آمد که گفتن آقا ما مال تو هستیم. تا نوری که با موسی همی گفت خدایم من. این اون
عنایت معشوق که به او مستولی شده را با خدای موسی چکار میکنه؟ مقایسه میکنه، میگه تو همون نوری هستی که با موسی حرف زد که گفت من خدایم خدایم، یعنی میخواد بگه که به من هم همون اون نور تجلی کرد. خب بگفتم شمس تبریزی کی؟ گفت شمایم من، شمایم من، شمایم. به شمس تبریزی گفتم تو کی هستی؟ گفت من خودتم. یعنی چی؟ یعنی اگر تو در خود به صلاح تدبر و تعقر بکنی به اون به صلاح وچه الهی که در وجودت هست چی؟ میرسی و به این کشف شهود نایل خواهی شد. خب این از جناب مولانا. بریم سراغ جناب حافظ شیرین سخن. این مولانا وقتی حرف میزنه اصلا آدم رو از زمین میکنه میبره تو آسمون. خدا وکیلی اصلا این مولانا پاش رو زمین نیست. وقتی حرف میزنه تو آسمون، وقتی حرف میزنه تو آسمون حرف میزنه، اصلا پاش رو زمین قرار نمیگیره. خب ببینیم جناب حافظ چه غزلی بعد ازش بخونیم. 225 و 226. جناب حافظ 225 226 225 226 227 کجاست اینجاست. خدا حفظ کنه این گنجور رو. واقعا چقدر کار آسون کرده وقتی با دوستان میشینیم و به این راحتی غزل رو میاریم جلوی چشممون و همه با هم تماشا میکنیم. واقعا لذت بخشه. غزل شماره 225 میفرماید که ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود، وین بحث با سلاله قدساله میرود. میده که نو عروس چمن حد حسن یافت، کار این زمان ز صنعت دلاله میرود. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله میرود. یکی از به اصطلاح ابیات بسیار بسیار زیبا و معروف حافظ در به اصطلاح توصیف زیبایی اشعار خودش. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله میرود. طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، که این طفل یک شبه ره یک ساله میرود. آن چشم جادوانه عابد فرید بین، کش کاروان سحر ز دنباله میرود. از ره مرو به عشوه دنیا، که این عجوز مکاره می نشیند و محتاله میرود. باد بهار میوزد از گلستان شاه، و از جاله باده در قدح لاله میرود. حافظ ز شوق مجلس سلطان قیاس دین، غافل مشو که کار تو از ناله میرود. خب اما بیایم اینجا. اولا ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود، بین بحث با سلاله قصاله میرود. این سرو و گل و لاله به قول معروف هم ایهام داره، هم راجع به سر و گل و لاله‌ای که بالاخره تو باغ و بستان هست صحبت میشه، و همینی که میگویند که زنی بوده قصاله، یعنی کسی که مرده شوره و به اصطلاح مرده ها رو میشوره، اسمش هم سلالم یعنی سگانه. میگن ایشون فردی بوده که سه تا دختر داشته به نام سر و گل و لاله، که یکیشون به اصطلاح ساز میزنه، یکی آواز میکنه، یکی هم میرقصیده، و در به اصطلاح در دربار قیاس الدین اینها مثلا برنامه اجرا میکنه. احتمالا حافظم با این ماجرا آشنایی بوده یا آشنایی داشته. میگه ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود، و این بحث با سلاله قصاله میرود. میگه که قصه سر و گل و لاله است که ایهام داره، هم راجع به سر و گل و لاله بهار صحبت میکنه، و این بحث با سگانه اون خانم قصاله به سر در ارتباطه. میده که نو عروس چمن حد حسن دار، کار این زمان ز صنعت دلاله میرود. میبینید میگه که می بده
که نوعروس چمن حد حسه، یعنی به سن بلوغ رسید. نوعروس چمن به سن بلوغ رسید، موقع ازدواجشه. کار این زمان ز صنعت دلاله می رود. دیگه بجنب، وگرنه دیگه دلاله که میره به اصطلاح شوهر برای نوعروسان به اصطلاح پیدا میکنه، ممکنه کار از دستش در بره. ایهام به مفهوم این هستش که الان زمان سرو و گل و لاله و بهاره، وقت از دست نده، حداکثر استفاده را از موقعیت موجود جناب حافظ بکن. خب یا جناب شنونده من، مخاطب من، این بهره برداری بکن. بعد دیگه شکر شکن شبن همه توتی آوره هم. زینگند پارسی که به بنگال میرود. میگه که شعرهای منو تجار، مسافران، بزرگان، شوهران، نویسندگان، هر کسی که با شعر و ادب در سرکار هستش، اینو با خودشون به اقصانهات دنیا عجل به هندوستان و بنگال میبرند و اینقدر شیرینه که توتیان هم شکر شکن میشوند از خوردن این قند پارسی، از گفتن این اشعار زیبا شکر شکن میشوند. آن طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، که این طفل یک شبه ره یک ساله میرود. دیگه که طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، میگه در وادی شعر ببین که چگونه زمان و مکان طی میشود. چه زمان و مکانی؟ که این طفل یک شبه ره یک ساله میرود. دیگه این شعری که در طول یک شب سروده شده، یا شعرهایی که من مثلا می سرایم، بعضی میگن که از حافظ خواسته بودن که شعری بنویسه، یکی از بزرگان به اصطلاح هندوستان، و ازش خواهش کرده بودن شعری بگه و ایشون هم یه شعری رو نوشته بود و داده بوده به به اصطلاح نماینده که برداره با خودش ببره برای اون پادشاه. میگه که این به سر شعری که من یک شب سرودم، شب به سر راه یک ساله رو چیکار میکنه؟ طی میکنه و تا بره به مقصد برسه. آن چشم جادوانه عابد فریب بین، کش کاروان سحر ز دنبال میرود. چه تصویرسازی زیبایی کرده. میگه با آن چشم های جادوانه که سلام جادوگری میکنه، چشم ها زیبایی که عابد فریب هم هست، یعنی هر عابدی رو هم که چشم در چشم این معشوق، چشم در چشم این زیبایی به دوزد فریفته او خواهد شد. میگه اینو ببین که وقتی داره حرکت میکنه، فقط اون نیست، یک کاروانی از سحر هم دنبالش داره میره که دیگه هیچ کس تاب و توان مقاومت در مقابل اون زیبایی رو نداره. بعد میگه از رحمه رو بهش به دنیا و که این عجوز مکاره می نشیند و محتاله می رود. محتاله هم همین یعنی با فریبکاری، یواشکی، همچین چیزی معنیده. در حال میگه که گول این پیرزن عجوز دنیا رو مخور، گول اشفاهاش رو نخور، زیبایی میکنه خودشو و تو رو فریب میده، ولی در واقع پیرزن زشت روی هست این دنیا. میگه گولشو نخور، مکاره می نشیند و یعنی خودش رو آرایش میکنه که تو رو گول بزنی، میشینه یواشکی هم میره، نمیفهمی که کی رفت، چشمتو باز میکنی میبینی که پیر شدی و در واقع نابود شدی. بنابراین سعی کن گول این دنیا رو نخور. باد بهار میبزد از گل ستان شاه، و از جاله باده در قدح لاله میرود. میگه که بوی بهار میاد از کجا؟ از گلستان پادشاه. و جاله به اصطلاح اون چی میگه، شبنمی که بر روی برگ گل می نشیند در سحرگاه، میگه این مانند شرابی است که داخل کاسه لاله که به اصطلاح تمثیل قدح میکنه وارد می شود. بهار آمده است، گلستان شاه بوی بهار ازش میاد و این قطرات به اصطلاح شبنم هم در داخل لاله ها دارن وارد میشن که بسیار صحنه زیباست. حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین غافل مشو، که کار تو از ناله میرود. میگه که به قول معروف خطاب به خودش میگه، میگه مجلس سلطان غیاث دین رو از دست نده تا به اصطلاح
اگر از دست بدی کارت از نالو این حرفا خواهد گذشت. هر برای از فرصت استفاده کن و در خدمت سلطان قیاس‌الدین قرار بگیر و از نعماتی که احیانا برای تو در نظر گرفته بهره‌مند بشو. اما میریم سر این غزل فوق‌العاده زیبای به اصطلاح حافظ. من دوست داشتم سرکار خانم شهرزاد خانم این شعر رو واسه ما میخوندن یک بار، از اون شعرهای ناب زیباست. حالا ببینیم که آمادگی دیگه داشته باشن همین شعر هم برای ما یه بار بخونن، خیلی زیباست. میگه ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر و عالم سمر شود. این یکی از معروفترین و زیباترین اشعار انصافا غزلیات حافظ. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر و عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام سر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من اونجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که زان میانه یکی کار گر شود. ای جان حدیث ما بر دلدار باز بود، لیکن چنان مگو که سبا را خبر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت جوی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود. در تنگنای حیرتم از نخبت رقیب، یارب مباد آنکه گدا معتبر شود. بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. این سرکشی که کنگره کاخ بس راست، سرها بر آستان او خاک در شود. حافظ چون نافه سر زلفش به دست توست، دم درکش ار نه باد صبا را خبر شود. ببینید ده بیت شعر در نهایت زیبایی، انصافا انگار که این کلمات رو نشسته دونه دونه تراش داده و به قول معروف اوورده اینجا و چرا برگشت بله اوورده تراش دو گذاشته در کنار هم تا این غزل ساخته شد. خب میگه ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. اولا سمر با سین به معنی قصه است. خب یکی از دانشجوهای من اسمش بود خانم سمر خیامین، قصه خیمه ها اسم این دختر خانم بود. چقدر هم دانشجوی خوبی بود، الانم استاد شده این دختر، مایه افتخار من. بله میگه ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. میترسم که عشق به سلام پرده اسرار ما رو چکا کنه، باز کنه. ما گریه میکنه و همه میفهمن بالاخره ما عاشقیم، این راز ما رو آشکار میکنه گریه کردن ما، و داستان راز ما قصه می شود در دنیا، همه می فهمند که ما عاشقیم. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. یادتون باشه یه بار من اینو توضیح داده بودم که سنگ لعل که وقتی که از چیز به دست می اومد، قدیم ما اینجوری بوده، لعل رو که از دل کوهستان می گرفتن، این به صورت کریستال تقریبا شفافه، اینو می آوردن گوسفندی رو که تازه به سر کشته بودن جگرش رو باز میکردن، این سنگ رو داخل جگر گوسفند تازه میذاشن و محکم میبستن، این میموند برای مدت ها و این سنگ به اصطلاح خون جگر رو به خود جذب میکرد و در داخل سنگ نفوذ میکرد و بعد که به اصطلاح بعد از مدتی که حالا خودشون میدونستن چند وقت این قضیه باید ادامه داشته باشه، باز که میکردن سنگ قرمز شده و این قرمزی به خورد سنگ رفته بود، بنابراین میگفتن لعل. اون وقت میگفتن لعل. میگه که میگن که سنگ در مقام صبر به اصطلاح تبدیل به لعل میشه. میگه بله، ولی به خون جگر این اتفاق میفته، هم صبر و هم لعل و هم جگر.
پس بنابراین خب از هر خواهم شدن به میکده گریان و داد خواهم که از دست غم خلاص من آنجا میگشم. میگه من به سلام برای اینکه خلاصی از غم پیدا کنم میخواهم کجا برم؟ برم به داخل میکده گریان و داد خواهم. شاید که در میکده عشق یا در میکده حالا غیر عشق، هر جور که شما دوست دارید تعبیر کنید، در میکده و در عالم مستی این غم از یاد من برود. بعد میگه از هر کرانه تیر دعا کردم روان، باشد که از آن میانه یکی کار کردم. میگه من تیرهای دعای خودم رو به هر سو دارم پرتاب میکنم. معنیش اینه که مرتبا دارم دعا میکنم، مفهوم عملیش اینه من دارم مرتبا دعا میکنم، شاید یک بار یک جای این دعای ما هم که بشه بگیره و اجابت برسه. بعد میگه ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو، لیکن چنان مگو که سبا را خبر شود. میگه خطاب به جان خودشه دیگه، میگه وقتی که رفتی سراغ یار حدیث به صلاح فراق ما رو با یار بازگو کن، اما یواشکی بگو، چرا که اگر بلند بگی ممکنه که باد سبا این خبر رو بشنود و در جهان چیکار کنه؟ پخش بکنه. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یوم لطف شما خاک زر شد. چه تعبیر زیبای اینجا به کار برده، خودشو به خاک تشبیه میکنه و زردی روی خودش رو هم چیکار میکنه؟ به اصطلاح زر تشبیه میکنه. ولی چجوری؟ میگه از کیمیای مهر تو زرگش روی من، میگه روی من از کیمیای مهر تو چی شد؟ زر شد، یعنی زرد رنگ شد. آری به یود لطف شما خب دوستان صدای من دارن؟ بله. تا کجا شعر رو؟ تا وسط حافظ شنیدید شما دیگه؟ نه آره تا آخر فهمیدیم. اوکی معذرت میخوام جناب استاد، برگردم که تمومش کنم، میگرم رو به پایان است. خیلی عزم نمیدونم چرا یه دفعه قطع و وصل شد، من کاری نکردم. خب پس میگه که از کیمیای مهر تو زرگش روی من، آری به یوم لطف شما خاک زر شد. میگه که من از کیمیای لطف تو روی من زرد شده و من تبدیل به خاک وجود من به زرد تبدیل شده، اگرچه به سلام چیز هستم مثل خاک میمونم بی ارزش هستم، اما وقتی که تو کیمیای لطف تو به من رسیده من زرد شد. بعد میگه که در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، یارم مباد آنکه گدا معتبر شود. نخوت یعنی کبر و غرور و خودخواهی، رقیبم یعنی رقیب دیگه، کسی که میپاد منو برای مراقبت من میکنه، از میپاد که من دارم چی کار میکنم. میگه از تنگنای در تنگنای حیرت هستم از نخوت رقیبم و خدایا شرایطی وجود نیار که گدا چی بشه معتبر شود. خیلی این مصداق داره در زندگی عادی ما ها دیگه، بالاخره خودتون میدید. پس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شد. به 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 چقدر زیباست. میگه انسان برای اینکه تو مقبول انسان های صاحب نظر بشی، این چی؟ یعنی آدم هایی که بصیرت دارن، فقط به ظاهر نگاه نمی کنن، به باطن هم توجه و عنایت دارن. میگه اگر تو میخوایی مثلا مقبول انسان های صاحب نظر بشی، باید بسیار نکته ها غیر از زیبایی رو چی داشته باشی، فقط به ظاهر که نیست، به محتواست، به باطنه، به گوهره، به وجوده. بعد بگه این سرکشی که کنگره کاخ بس راست، سرها بر آستانه او خاک در شود. بگه این کنگره کاخ بس بسیار سرکش است، یعنی چی؟ برای رسیدن به کاخ بس به سال خیلی سخته و همین دلیل بسیاری از سرها خاک در این کاخ بس خواهند شد، یعنی به سختی میتوانند به کنگره های کاخ بس برسند. چقدر زیبا. حافظ چون نافه سر زلفش به دست توست، دم درکش ارنه باد سبا را
خبرش. میگه نافه سر زلف او که بسیار خوشبو هستش تو دست تو الان حافظ. حرف نزن، اگر حرف بزنی بوش چی میشه؟ پخش میشه و باد سبا خبردار میشه و این بو رو پخش میکنه تو دنیا، با ما هم رسوا میشیم و راز ما چی میشه؟ برملا میشه. خب خیلی ممنونم از توجهی که داشتید و حوصله‌ای که به خرج دادید. ممنون هستم. اگر دوستان نکته ای بنده دوستان علایی بزرگ بله ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود و این بحث با سلاسه قدساله می رود. بله. راجب سلاسه قدساله سالیان پیش سال حدود 40 تو مجله سخن همینه گذاشته بودم برای معنی. مثلا اون زمان دکتر صدیقی و دیگران همه نظر داده بودن. به این نتیجه رسیدن سلاسه قصاله حکمای یونان پیش از این که شراب خاری بکنن با شکم گرسنه 3 استکان شراب میخوردن. بهش میگفتن سلاسه قصاله. به این نتیجه رسیدن. ما قصاله یعنی چی اینجا جواب است؟ قصد دهنده پاک میکنه. آه پاک میکنه. بله. هیچی دیگه دل روده براشون باقی نمیمون که این سه جام شراب با شکم خالی بخورن. دیگه دل روده ای براشون باقی نمیمون. آخه برای او شراب خارای معروف بدون رودن باشن بهتره. مثل منیسیری دامقانی گفته ای باد فدای تو همه جان و تن من، کز بیخ بکندی ز دل من حزن من، گه در خم من بادی و گه در قده من، گه در کف من بادی و گه در دهن من. آزاد رفیقان من و من چو بمیرم، با سرخترین باده بشویی تن من. در سایه رزندر گوری بکنیدم و از برگ رز سبز ردا و کفن من. در روز قیامت که بردی زد به بهشتم، جوی می پرخواهم از ظلمنن من. شرابخاری رسم بوده، حالا در داستانهای شاهنامه میخوانید که رودابه وقتی میخواد وضع حمل بکنه که رستم قوی بود و اینها شراب میدن به رودابه در شاهنامه. شما که کاملا مطالعه دارید. بله بله شراب. روزی اگر شراب نمیخورد شعر نمیگفت. در شکوفایی هنر خیلی رکن اصلی داره. در شکوفایی هنر اونه که شراب خورم میدانم من چه میگم. بله میگه آنچنان را آنچنانتر میکنه. بله. یکی شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. والله والله توتیان استعاره برای هنرمندان و شاعرانه. شکر شکن شکستن یعنی خیلی خیلی خوشحال و خندان و شاد می شود. قند استعاره برای شعر پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. زبان پارسی در شبه قاره هند 200 سال سبک هندی به وجود آمد، شاعران زیادی تربیت کرد. بله. همین شعرها اثر داشت که در اونجا اثر. بله. بله. یکی در شعر مولوی خاییدن بود. خاییدن به معنی جویدن. جویدن بله. خوردن جبه. پیوسته بخوایی سر انگشت ندامه. خواییدن جویدن. حالا مولانا نمیدانم اینجا چطور به کار برد. یار تا شاخی بخوایم. بله. نخوایم. آره.
میگه من باید بجوهم دیگه، من یه قندی یار تا شاخی نخوایم نخوایم، یعنی تا وقتی که نخورم، تا وقت نجوهم شیرینی یار در کام من نیاد جمیدنم جمیدن. بنده عرضی ندارم. مرسی، دستتون درد. خیلی عالی بود، متشکرم. خب سایر دوستان نکته ای مطلبی جناب فرهنگ بزرگوار عرض شود که واقعا این غزل حافظ بزرگوار آدم رو مست میکرد. واقعا بیجهت نیست که ملت ما، همه ایرانیان عزیز و پارسی زبانان، او رو به عنوان شاعر برگزیده. ما این گلستان ادب فارسی فردوسی داره، سعدی داره، مولانا داره، نمیدونم جامی داره، ولی حافظ و شاعر برگزیده انتخاب کردن این یک غزل واقعا آدم رو مست میکرد. واقعا معرکه. حالا من از شهرزاد خانم خواهش کردم که اینو واسمون بخونن. شهرزاد خانم حالا اگه امشب آمادگی دارید بخونید، نه قول بدید هفته آینده برای اون یه بار دیگه این غزل زیبا رو بخونید. حتما، من دلم میخواد بخونم ولی نمیخوام در خدمت شما جسارت کنم و غزلی رو تا حافظ و سعدی. نه نه اختیار دارید، اختیار دارید، ما بسیار لذت میبریم. میگم اگه آمادگی دارید همه امشب بخونید، وگه نه میخواید بذارید حوصله ندارید یا هستید هفته آینده. دفعه آینده که بیشترم آمادگی داشته باشم برای خانشش. در ازم راجب شراب گفتید و قند، معمولا شراب وقتی با چیزی شیرین خورده میشه اثرش بیشتره، اثر مضاعف داره. آه هر شب یه چیز جدید یاد میگیریم ما. ما میدیدم که بعضی از شراب ها اینها حتما یه شکلات های مخصوص و یه چیزای شیرینی میخوردن، پرسیدم و این رو گفتند. البته اصلاح ادب نباشه، من دیده بودم که اینایی که تریاک میکشن، حداقل شنیده بودیم که نمیدونم باقلوا به هم دیگه میدن، چیزای شیرین میخورن همزمان با تریاک. ولی دیگه در مورد این شراب من نشنیده بودم، ولی اینم که شما گفتید نکته جالبی هست. میکس درینک هم که درست میکنن هرچی شکرش بیشتر باشه اثرش بیشتره و دیهایدریت زودتر میکنه. عجب. بنده باکندر نیستم، اینا رو یاد گرفتم. بله بله، حلاق من فقط. به قول معروف میگه اگر نخوریم نون گندم، دیدیم دست من. نه دیدیم دست من. خیلی ممنونم، استفاده کردم از حضور دوستان عزیز، متشکر هستم. خداوند انشاءالله شما رو حفظ کنه و انشاءالله هم به ما توفیق بده که همچنان در خدمت دوستان باشیم. آقای دکتر، من به یه نکته اشاره کنم. مولانا درسته که آرایش کلامش به زیبایی حافظ نیست، ولی اون طوری شعر نمیگه که سکته داشته باشه. توی اون بیتی که بود، من چیزی مصرعی که بود، چو عقل نیست چونش می ستانم، اینو توی تایپ به نظر من اشتباه کردن. چو عقلم نیست چونش میست، چو عقلی نیست مثلا، یه حرف اونجا کم داره که اون سکته از بین بره. کاملا شما صحیح میفرمایید، منم همینو احساس کردم، ولی خب دیدم که حالا این تصویر اون جلوی مردم بدارم ببینن. بله، من برای رعایت امانت بندازین گردن اون کسی تایپیسته. آره آره، گفتم من خودم تاکید کردم چه سکته داره، ولی چون عقلم نیست چونش میستم، چون عقلی نیست چونش عقلی نیست. یک حرف اونجا کم داره. باید برم این نسخه آقای دکتر شفیع کتکنی رو نگاه کنم ببینم ایشون این چجور نوشتن. احتمالا حالا نگاه میکنم خدمتون دفعه بعد. دوستان خیلی ممنونم، قربان شما، متشکرم از لطفتون. انشاءالله واسه هفته آینده با هم صحبت میکنیم. با اجازه جناب آقای شایشی و سروران عزیز من، ممکنه بنده مسافرت های پیش بیاد و این سعادت دیگه نداشته باشم بیام خدمت شما. ولی خب ولی بعدن که انشاءالله برمیگردید دو مرتبه میایی بلوم دیگه از مسافرت. خواهش میکنم، اگر مدتی نبودم عذر من موجه بدانید. خواهش میکنم، ما همیشه خیلی استفاده کردم. این شاگرد شما ها بودم. آقا لطف دارید جناب علی، اینترنت که همه جا هست در دسترس. جناب علی بله، شهرزاد خانم میگن که اگه شما از ایران هم که باشید اینترنت داشته باشید از روی زوم میتونید به ما وصل بشید، هیچ مشکلی. روزش به هم میخورید.
شب و روز ساخت بر آره دیگه، مثلا ما ساعت 6 شب که شروع میکنیم، بله برای شما اونجا میشه ساعت 6 صبح تقریبا. منجوری رو شما مسافرت هست اگر برم دیگه خدا بسیار. به هر حال ما جای شما رو همیشه اینجا خالی داریم و بیاد لطف بزرگواری شما همیشه هست. خیلی خیلی ممنون، من شاگردی کردم در خدمت سروران عزیز. اختیار دارید، شما استاد بزرگوار ما هستید، این حرفا رو نزنید، دست نفسی هم نکنید، بسیار استاد بزرگوار ما، نهایت استفاده از وجود شما کرد، متشکر. خداوند هر جا باشید ایشالله حافظ و نگهدار شما باشه. قول به ما بدید تا آخرین لحظه ای که اینجا تشریف دارید تو جلسه ما شرکت بفرمایید. چشم ما مستفیض اطاعت میشه، دستموت همه هستم. قربان شما، محبت دارید دوستان، خدا حافظ همگی. جناب خدیجه من بعدا با شما یه صحبتی دارم بهتون زنگ میزنم. خیلی متشکرم، قربان، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا بزن، خدا خدا حافظ.